لوقا فصل 12. در این هنگام جمعیتی که هزاران هزار نفر می شد گرد آمده بود، به طوری که یک دیگر را زیر پا می کردند. عیسی پیش از همه با شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت: از خمیر مایه فریسیان یعنی منافقت آنان احتیاط کنید. هرچی پوشیده است عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد شد و هرچی پنهان است آشکار خواهد شد. بنابراین آنچرا که در تاریکی گفته اید در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچرا که پشت درهای بسته نجوا کرده اید روی بامها اعلام خواهد شد. به شما که دوستان من هستید میگویم، از کسانی که بدن را میکشند و بعد از آن کار دیگری از دستشان بر نمی آید نترسید. شما را آگاه می سازم که از کی باید بترسید. از آن کسی بترسید که پس از کشتن اختیار دارد به جهنم اندازد. آره می گویم از او باید ترسید. آیا قیمت 5 گنجشک 2 روپیه نمی باشد؟ اما هیچ کدام از آنها از نظر خدا دور نیست. علاوه بر این، حتی موهای سر شما تماماً شمرده شده است. هیچ نترسید، شما از گنجشک‌های بیشمار بیشتر ارزش دارید. بدانید هر که در برابر مردم خود را از من بداند، پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از خود خواهد دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی‌شناسد، در حضور فرشتگان خدا ناشناس محسوب خواهد شد. هر که کلمه ای بر ضد پسر انسان بگوید بخشیده خواهد شد، اما برای آن کسی که بر روح القدس بد بگوید بخشودگی وجود نخواهد داشت. وقت شما را به کنیسه ها و محاکم و به حضور فرمان روایان می آورند، نگران نباشید که چطور از خود دفاع کنید و چه بگویید، چون در همان ساعت روح القدس به شما نشان می دهد که چه بگویید. مرد از میان جمعیت به عیسی گفت: ای استاد، به برادر من بگو میراث خانواده را با من تقسیم کند. جواب داد: ای مرد، کی مرا در میان شما قاضی و حکم قرار داده است؟ بعد به مردم فرمود: هوشیار باشید، از هر نوع چشم گرسنگی خود را دور بدارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمی دهد. سپس برای ایشان این مثل را آورده گفت: مرد زمینی داشت که محصول فراوان آورد. با خود فکر کرد که چه کنم، جا ندارم که محصول خود را انبار کنم. سپس گفت: خوب، فهمیدم که چه کنم، انبارها را خراب می کنم و آنها را بزرگتر می سازم. غله و سایر اجناسم را جمع آوری می کنم. آن وقت به خود می گویم: ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان دراز کفایت می کند. آسوده باش، بخور و بنوش و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود: ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آنچه اندوخته ای مال کی خواهد بود؟ این است عاقبت مردی که برای خود ثروت می اندوزد ولی پیش خدا مفلس است. به شاگردان فرمود: به این سبب است که به شما می گویم به خاطر زندگی نگران غذا و برای بدن نگران لباس نباشید، زیرا زندگی بالاتر از غذا و بدن بالاتر از لباس است. به زاغ‌ها فکر کنید، نه می کارند و نه درو می کنند، نه انبار دارند و نه کاهدان، ولی خدا به آنها روزی می دهد. و شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید. آیا یکی از شما می تواند با نگرانی ساعتی به طول عمر خود بیفزاید؟ پس اگر شما کار به این کوچکی را هم نمی توانید بکنید، چرا در مورد بقیه چیزها نگران هستید؟ در رشد و نموی سوسنها تأمل کنید، نه می ریسند و نه می بافند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. باری اگر خدا علفی را که امروز در صحرا می روید و فردا در تنور سوخته می شود چونین می آراید،
چقدر بیشتر ای کم ایمانان شما را خواهد پوشانید. برای آنچه می خورید و می نوشید این قدر تشویش نکنید و نگران نباشید، چون اینها تماما چیزهایی است که مردم این دنیا دنبال می کنند. اما شما پدری دارید که می داند به آنها محتاجید. شما پادشاهی او را هدف خود قرار دهید و بقیه این چیزها به شما نیز داده خواهد شد. ای گله کوچک، هیچ نترسید، زیرا خوشی پدر شما در این است که آن پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید و برای خود کیسه های آماده کنید که کهنه نمی شود و گنج در آن عالم ذخیره نمایید که هیچ کم نمی شود و هیچ دزدی نمی تواند به آن دست برد بزند و موریانه آن را تباه نمی کند. زیرا اموال شما هر کجا باشد، دل شما هم آنجا خواهد بود. با کمرهای بسته و چراغهای روشن آماده کار باشید. مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرند که هر وقت برسد و در را بکوبد او را به داخل بیاورند. خوشا به حال خادمانی که وقت اربابشان می آید آنان را چشم براه ببیند. به یقین بدانید که کمر خود را خواهد بست، آنان را بر سر دسترخوان خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت، چی نیمه شب باشد و چه قبل از سپیددم. خوشا به حال آنان اگر وقت اربابشان می آید ملاحظه کند که آنها چشم براه هستند. خاطر جمع باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دوست چه ساعت می آید نمی گذاشت وارد خانهش بشود. پس آماده باشید، چون پسر انسان در ساعت می آید که شما کمتر انتظار آن را دارید. پتروس عرض کرد: خداوندا، آیا مقصد تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای همه است؟ عیسی خداوند فرمود: خوب، کیست آن ناظر امین و با تدبیر که اربابش او را مقرر کند تا نوکرانش را اداره نماید و در وقت مناسب جیره آنها را بدهد؟ خوشا به حال آن غلامی که وقت اربابش می آید او را سر کار خود ببیند. به یقین بدانید که اربابش او را ناظر همه املاک خود مقرر خواهد کرد. اما اگر آن غلام به خود بگوید ارباب به این زودی ها نخواهد آمد و دست به آزار غلامان و کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستی کند، یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او نمی داند ارباب خواهد رسید و او را تکه تکه خواهد کرد و به این ترتیب او جزو نامطیعان خواهد شد. غلامی که خواسته های ارباب خود را می داند و با وجود این برای اجرای آنها هیچ اقدامی نمی کند، با قمچین ضربه های بسیار خواهد خورد. اما کسی که از خواسته های ارباب خود بیخبر است و مرتکب عمل می شود که سزاوار تنبیه می باشد، ضربه های کمتری خواهد خورد. هرگاه به کسی زیاد داده شود از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود از او زیادتر مطالبه خواهد شد. من آمدم تا بر روی زمین آتش روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن می شد. من تعمیدی در پیش دارم که باید اجرا شود و تا زمان انجام آن چقدر زیر فشار هستم. آیا گمان می کنید من آمدم تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ نه خیر، این طور نیست. بدانید که من آمدم تا تفرقه بیندازم، زیرا از این پس بین 5 نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد. 3 نفر مخالف 2 نفر و 2 نفر مخالف 3 نفر خواهند بود. پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر. مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر. خشوع مخالف عروس و عروس مخالف خشوع. همچنین به مردم فرمود: شما وقتی می بینید که ابرها از مغرب نمودار می شوند فوراً می گویید باران می بارد
و باران هم می بارد. وقت باد از جانب جنوب می آید، می گوید گرمای شدیدی خواهد شد و همین طور می شود. ای منافقان، شما که می توانید به ظواهر زمین و آسمان نگاه کنید و حالت آن را پیش بینی کنید، چگونه از درک معنی این روزگار ناتوانید؟ چرا نمی توانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟ اگر کسی بر ضد تو دعوا کند و تو را به محکمه بکشاند، کوشش کن هنگامی که هنوز در راه هستی با او صلح نمایی، و اگر نه او تو را پیش قاضی می برد و قاضی تو را به دست عسکر می دهد و عسکر تو را به زندان می اندازد. بدان که تا پول آخر را ندهی